سلام اگر فن استاروازی یا مدنشی میگو یا خاندان اجده ها بودلنگی نباید بگیم اصلا نباید ما اول ما رو درست سلام میکنیم. آره سلام سلام خوش آمدید. آقا قرار شد سابسکرایب کنیم که ما کلاکت بخریم دیگه. هنوز نکرد دوستان افراد لایک کنید ویدیوی ما رو بیشتر ساجست میکنه. آره. همین الان یه لایک بکنید. اگر کامنتی هم بذارین که خیلی ممنونتون میشیم. حتما کامنت بذارین. با فیلمی طرفیم که دو تا برنده اسکار، یکی از نام‌آورترین بازیگرای زن تاریخ سینما که خانم کیت بلانشت توش بازی میکنه، خانم جمیلی کورتیس توش بازی میکنه، دو سال پیش اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو برده برای فیلم همه چیز همه جا به یک باره. ولی خب تو توقع داری که، یا حتی کوین هارت که حالا به هر حال ما به نقشای اکشن کمدی میشناسیمش، کوین هارت از کوین هارت توقع نمیره. اول توقع اینه که خب خانم کورتیس بالاخره بعد سالها بازیگری در ژانر ترسناک، مثلا یه بار بالاخره گفتن خب این بچه کورتیس و جنرال لی نبود و یه کار خوبی کرد. خب یعنی و بعد سالها بازی تو فیلم های ترسناک اومدش، یه فیلم درام خانوادگی بازی کرد، یه فیلم بین نسلی بازی کرد، درخشان بود، در سن بالایی درخشید ناگهان. خب آدم میگه خب پس احتمال داره بالاخره بخواد یه چیزایی با این حتی سالهات در ادامه زندگی موفق نبوده. من میخواد خبری نیست از الی روس فیلم. خب من که نمیشناسم. شما میشناسید؟ نه توی اکشن بد نیست کارش. کیت بلانشت که گفتی، کوین هارت رو گفتی، اون ادگار رامیرز من بهت گفتم من بعدم نیومد ازش، ولی آخه آنی نداره. این بازی نبود، با اینکه کیت بلانشت هم هست، با اینکه ما بازیگرایی داریم که جوایز بزرگ دارن، ولی تو این فیلم البته یه ذره به مسابقش بالاخره پیش میره، این فیلم خیلی بازی طلبی نیست. من چیزی ندیدم، من حداقل نه لحظه درخشانی دیدم نه سکانس درخشانی دیدم. چیزی کیت بلانشت نقشه اکشن دیدیم قبلا، حالا حلقه بازی کرده تو هابیت بازی کرده، حالا اونها نقشه اکشن نیست ولی در فیلم های اکشنه، ولی خب توی مارول که توی چیز بازی میکرد، رنگو بازی میکرد. آره. کاملا نقش اکشنیه و خب به هر حال میخواد ثابت کنه که در این سن همچنان فیزیک فوق‌العاده خوبی داره، همچنان میتونه اکشن بازی کنه، حتی از هم از نسلای جدیدی که اومدن سینما چیزی کم نداره. تو فیلم به این قضیه اشاره میشه که همون اول فیلم که اون یارو رو گرفته، اون چون بانتی هانتره دیگه، یه جایزه بگیره، رفته یک کسی آره پول دادن بگیره، اومده تو بار نشسته و یه دمی هم از خره میکنم، میگن این همون پیرزن مثلا هم چیزه است، اون یه اکار افتاده ای هستی. آره. که آره و میزنه همونجا نشون میده که و همچنان خیلی. اون زیبایی، اون جذابیت های شخصی خودش رو داره. یعنی آره. شخصی وقتی نگاه بکنیم یعنی خب یه کیت بلانشت با موی صورتی ها. اصلا ما اپیزود قبلی اون راجع به فیلم وولفز 2024 دقیقاً این جمله راجع به دو تا بازیگرمون توی اون دو تا بازیگر اون فیلم هم صدق میکنه. شما جورج کلونی، خود جورج کلونی دیدنیه تو اون فیلم، اینجا هم واقعا کیت بلانشت دیدنی هست. آره. منتها فیلم دچار ضعفه. اصلا علتی که من اومدم سراغ این فیلم کیت بلانشت بود، یعنی آره خب. ما صحبت کردیم با هم، بعد یهو گفتیم که آقا کیت بلانشت رو بریم ببینیم. خب کیت بلانشت عملاً بعد از تار یه فیلم مهمی بازی نکرد. آره. خب و توقع میرفت که خب بعد از نقش سیلویا تار و بعد اون شکستی که تو اسکار داشتش و نتونه سومین اسکارش رو بگیره و یه رکورد عجیب غریب به اسم خودش بذاره، خب توقع میرفت که یه فیلم مهم بازی کرده باشه. الان یعنی میگفتی که او بوردرلنز ولی... پس حالا شاید هم اومده اتفاقا نقشی رو بازی کرده که از زیر سایه تار بیاد بیرون، یعنی شاید... همینقدر که اونجا یه موزیسیانیه که حالا اون زندگی و ویژه رو داره، یه خورده نقش منتال تریه. آره. باید یه زن رو نشون بده که همه اکتا تو صورتش باشه، حالا
حرکت بادی تند نیست به حال و به حال یه موزیسیانه دیگه. شاید اومده یه فاصله گذاری بکنه بگه آقا من قرار نیست تار بمونم. بودجهش چجوری بوده ارفان؟ بودجهش چیزی حدود 110 تا 120 میلیون دلار گفته شده. باکس آفیس اشاله فهم کنی چقدر؟ چقدر؟ 34 میلیون. میلیون دیگه آره. یعنی فکر کن الان تقریبا 60 و خورده درصد، حدود 70 درصد تو ضرره. بیشتر از اون 30 از اون 120 که 120 بزنی بازم تو سود نیست. 100 یه چیز بالاتر بزنی اصلا عجیبه. تو 30 میلیون فروختی یعنی 15 میلیونش مال سالوندارا و توزیع کننده است. 15 میلیون یه دست تهیه کننده. یعنی فیلم 90 درصد مثلا تو ضرره. ضرر داده. لاینز گیت هست. کاملا آره خوب نتونست. آره کاملا شکست تجاری خورده تو این پروداکت. چیزی هم که با هم توی موجود دیدیم این بود که به مرور یعنی تو فکر کنم 4 5 هفته دیگه اکرانش رو از دست داد. یعنی آره. هفته پنجمش یهو از 1000 خورده ای رفت رو 100 تا سالن. با بیش از 3000 تا سالن شروع میکنه. توقع اینه آره. که خب ادامه دار باشه به فیکشن ساینس فیکشن فانتزی رنگ و لعاب داره با مزه است کیت بلانشت خفن داره پرودوسرا ونوم ساختن این ساختن آره ولی کن دلیل نمیشه آره پس نشون میده که ببین مخاطب سینما هوشمنده مخاطب سینما سری اولین نقد رو که میبینه اولین ریاکت رو که میبینه میگه آه پس این چیزی ازش قرار نیست در بیاد پس پا نمیشه بره سینما به خاطر اینکه کیت بلانشت تو فیلم بازی کرده آره اینجا نیستش آه. که تو بگی آقا من رضا عطاران هر چی بازی کنم برم ببینم آره حالا عطاران که گلزار برم ببینم نه بازیگر که بازیگر آره تضمین فروش اینجا داره اونجا آره. نداره اونجا قصه مهمه اینکه بدونن آقا چه نقدی روشه مهمه حقیقت یه چیزی که مهمه اینه که تو فیلمو میبینی حالا از سالن میای بیرون یا مثل ما که امکان رفتم سالن به جای یه جوری میبینیم بعدش چی میگیم راجبش من بعد از اینکه ولسو میبینم میام میگم که آقا باحال برو ببین بعد از اینکه حالا انتا فیلمو میبینم ولی این برای من فیلم چیزی حالا ولسو فیلمی بود که حالا حتی ما بگیم قصه نداره فلان و اینا فیلمی که برای استریم خانگی ساخته شده آره. این حتی استریمی هم نیست آره این فیلمی که برای پرده سینما قشنگ دیسترب شده برای پرده سینما یعنی هیچ آره. استریمی در کار نیست یعنی اصلا یه با 100 میلیون دلار بودجه بسیار تو ضرر بدیه آره شاید حتی جبران ناپذیر فکر نمی‌کنم ما داشتیم ما پیارسن هم بابلون رو داشتیم آره بابلون هم اونجوری بود فکر می‌کنم نزدیک 120 میلیون دلار هزینه شده بود شاید بیشتر و 20 میلیون دلار فروخت فکر کنم تا آخر آره. مراسم اسکار مسخرش کرد آره دیگه اینه گفتش که گفت یه فرق چیز که اجرا می‌کرده جیمی کیمل بود دیگه آره گفتش که گفت یه فرق برنامه‌های همین تلویزیونی اینه که هیچ وقت نمیتونن 100 میلیون دلار ضرر کنن این هم همینه برد این هم همینه یعنی این هم حالا شاید تا ادامه بهتر شد ولی بعیده نه این که دیگه میره دست استریما که در نهایت از استریم خانگی چه چیزی یه چیزی در آده یکم بیشتر بریم توی خود حال و هوای فیلم که چرا حالا ما بریم سراغ حال و هوای فیلم پس رفتیم به حال و هوای فیلم خوش اومدیم ما رو سابسکرایب کردیم یا نه؟ لایک کردیم کانال گوشتیم یا نه؟ نه هنوز نه لطفا دریغ نکنید ضعف بزرگ فیلم کجاست ما وقتی یه فیلم قصه. فانتزی داریم یه چیزی پیش از قصه داریم وقتی در مورد فانتزی حرف میزنیم تو وقتی میخوای قصه رو تعریف کنی اول میگی قهرمانم کیه بعد میگی ضد قهرمانم کیه یه قهرمانی که فقط همه رو میتونه بزنه همه رو میتونه بکشه خب که مثلا منو الان بزن جلوی یه لشکر موشه خب بگن این همه موچه ها راحت میکشه خب این چه هنری داره یه موچه خیلی بزرگی باید باشه مثل انتمن چیز نه مثل فیلم منیم بلک خب اون موچه بزرگه میادش فضاییه میخواد اینا رو بخوره یه همچین موچه موچه کشتنش میگه ها پس این یه هنری هم داره پس یه ضد قهرمان نیاز داره قصه به این دوتا قطعا نیاز داره قهرمان اصلا کل داستان نمایشنامه نویسی کل داستان فیلمنامه نویسی
کل داستان رمان نویسی همه اینا آفره. پس ما وقتی یه قهرمان، حالا یه قهرمان داریم کیت بلانشت، اوکی خوشگله، یه دختر بزن بهادر میان ساله در میدل ایجی همچنان جذبه تو خوش داره، تا اینجاشو اوکیه. ببین خب هفتیکش خوبی هم هستش، لگد هم خوب میزنه، فیزیکش بسیار فیزیک خوبی داره، اوکی تا اینجا مثلا میگیم پس این ویژگی قهرمان رو برای این دادیم. آره خب حالا میگیم این بخواد کی رو ضایع بکنه؟ کسی نیستش. یعنی یک سری صحنه است که این قراره ازش مثل گیمه اینا رو قراره پاس بکنه، اینجا هفخانشه، هفخانش اینه که از این چیزه مثلا پیاده شه اونجا با اون بچه بجنگه، اونجا بیان از اونجا در برن، اینجا رانندگی بکنه، اونجا فلان بکنه. تازه تو هر مرحله ای یه کسی هم میاد کمک این قهرمانه، که این قهرمانه تنها نیست، یعنی اینا از یه مرحله گروه قهرمان هفته داور میشن. یعنی یه اصلا تو پوسترش هم میخوای نگاهی بکن دوباره. آه. ببین ما تو پوستر هم داریم میبینیم هفته داوریه دیگه، این که خیلی کاراکتر بامزه. آره البته که شبیه مثلا والی بود خیلی این کاراکتر داره. ما تو حتی اینترستلر نولان هم یه همچین کاراکتر رباتی که از همه بیشتر میفهمه داریم، ولی چند تا قهرمانن دیگه، یعنی با یه گروهی تر. فیلم الگوهای از فیلم‌های مختلف سینما رو داره بازسازی میکنه، از هر چیزی که بگی استفاده کردن که یه قصه خوب، یه فیلم خوب در بیاد نتونستن. یکی از الگوهایی که استفاده کردن الگوی هفت دلاوره. هفت دلاور گذاشتن نشده. هفت دلاور از کجا میاد؟ از سینمای وستر. بعد میاد هفت سامورایی میشه، هفت تا هفت تا همینجوری هنوز ما داریم تو حتی تو فیلم‌های مدرن می‌بینیم. حتی مثلا میادش الگوی قابل قبولیه، چون الگویی که جواب میده. اینجا جواب نداده الا بنده خدا دیگه بهش نساخت. چجوری سیستمش کار میکنه؟ یه قهرمان اصلی داره و 5 6 تا کنار دست مکمل، دست مکمل که ما با هر کدومشون سمپاتی برقرار میکنیم. ممکنه هر کسی میگه هر کسی از زن خود شد یار من. این شکلی میشه که تو مثلا میگه من با این دختر حال میکنم، این میگه من با حساب بغمه حال میکنم، فلان. همه جذب اون گروه میشن، هر کسی قسمتی از خودش رو توی یکی از اون هفت قهرمان پیدا میکنه، همزاد پنداری میکنه و تیم جون میگیره. اینجا اومده دوباره همون کارو کرده که یه ربات گذاشته، یه دختر بچه گذاشته، یه مرد سیاه‌پوست گذاشته، یه زن مثلا پیرتر گذاشته. بعد اینا هم همینجوری هی اضافه شدن هر کدومشون به این گنگ داره قصهش گفته میشه. یعنی اومده الگو رو استفاده کرده، ولی آره ممنون. خواهش میکنم. من از بین اینا، از بین این حالا هفت قهرمان سکلتی که فلان، من از بین اینا روباتا رو دوست دارم. با اینکه گفتم حتی تو اینترستلر نولان هم داریم، یعنی یک رباتی که بیشتر از آدمیزاد میفهمه، کمک میکنه، تو جاهای خیلی سخت به کار میاد. مثلا اونجایی تو تونل بودن میخواستم برام بالا نمیشد، اینو یهو فرستادم گفتم تو برو اینا. این ربات از چندین ربات در فیلم های مختلف اومده، از هر کدوم تیکه رو گرفته، تریپیو رو گرفته، چه میدونم حتی قیافه شبیه والیه، چه میدونم اومده باهوشی تارس رو گرفته تو اینترستلار، یه چیزایی یعنی تو جنگ ستارگان رو توش میبینی. آره. تو کارتونه یه کلاژ ترکیب شده ای از خیلی از چیزای تکراری که دیدینه و چیز جدیدی نیست. آره. کار شاقه انجام نمیده و یه خورده تو مختر از همشونه. آره بذاره با نمک مثلا به کار می. آخه این همه نمک دیگه زیادیه دیگه. ببین در کل تو من حس میکنم که توی کاراکتر یعنی حس که نمو به نظر من توی کاراکتر پردازی ما خیلی مشکل داریم در همشون. خیلی کاراکتر داره ها. برام مثلا میاد یارو با جمیل کورتیس لجه. خب چرا لجی؟ بعد این فیلم 1 ساعت و 49 دقیقه است، حالا با احتساب تیتراژ هایی که داره 1 ساعت و 49 دقیقه حساب کن، 1 ساعت و نیم عمر مفید فیلم اگر در نظر بگیری، اطلاعات دقیقی از اینا ما نداریم. ما اصلا یه بچه‌ای داریم که باید سر اون با هم صحبت کنیم الان. اون اصلا چرا هست؟ یه بچه خوشگلی هم اصلا. یه بچه‌ای داریم که اصلا علکیه. فقط کیت بلانشت داره کار میکنه تو این فیلم، که اونم فکر میکنم حقیقتاً چون بازیگر خوبیه داره کار میکنه، و یعنی اونم همچنان نه کاراکتر پردازیش قویه، نه تو قصه جای دقیقی اضافه میشه، نه قصه توان اینو داره که به ما
مثلا یک قهرمان زن ویژه نشون بده و بخواد اونو مثلا ادامه بده کاراشو، نمیدونم مکملایی که کنار دستشن هر کدوم یه لحظات یه جاهایی به کار میان، ولی در همون حد کار میکنه. یعنی در لحظاتی که با اونا دیگه طرف نیستیم اگرم در قصه نباشن نباشن. آره یه موضوع بچه که من خیلی مخالفم باهاش، بریم تو صحنه، بریم تو تصویرها، یه هارلی کوین کوچولوه. ببین قیافش بامزه، یعنی اصلا تمام شخصیت هارلی کوین خب دوباره باید تو این خلاصه شده. میگه خب اصلا مدل موهاش، مدل قیافش که شکل هارلی کوینیه که مارگوراوی بازی میکنه دقیقا، اخلاقش، دیوونگی و جنونش، عاشقه یه دیوونه بودنش، ایناش بامزه است. یعنی کلا خب بچه با حاله. من حالا من کلا میگم که تمام این کاراکترها و قصه که پشتشونه خیلی خوب بوده. آره. نتونسته بیاره تو قصه اصلی. اگر فیلم طولانی‌تر میبود، اگر زمان میداشت برای اینکه بیشتر این کاراکترها با ما آشنا کنه، به یقین فیلم خیلی بهتری بود. آره. به یقین فیلم خوبی میبود. حتی با همین خط داستانی ها. فقط داستانش که من مشکل دارم، خط داستانی که تقریبا نداره، یعنی خط نداره. من به نظرم زودپز رامبد جوان از این به مرتبه فیلم خیلی بهتره. جدی میگم واقعا به خیلی فیلم بهتره. من فیلم مردم نمیتونم قضاوت کنم، واقعا فیلم بهتریه. یه سوال مزخرف هم اینا ساخته بودن، مریخیات چی بود؟ آره آره اون تیما واسم فانی من ساخته. آره اونم خیلی مزخرف. این از اون بهتره، این از اون ولی بهتره. ببین ما تو قصه این بچه که باش طرفیم که قراره یک عمل شاقی برای ما انجام بده، فکر میکنیم که این کار رو قراره انجام بده، داره بامزه جلوه میکنه تو این گروه باحاله. ارتباطش با جمیلی کورتیس بامزه است. من کلا بدم نمیاد ازش، ولی باز دوباره همون حرفی که زدن، این اگر تو قصه نمیبودم برای من فرقی نمیکرد. ببین تقریبا همشون همینجوریه. تنها نقشی که به نظر من، حالا من جمیلی کورتیس تو به خاطر بد بودن کیت بلانچت باهاش همش توقع داره که یه خیانتی بکنه به جمعش. یعنی من آره. تا لحظه آخرم توقع داشتم که منتظر یه کار رو آره. و اگه این کار رو میکرم زمان خوب میشد. تو یعنی میگی که جمیلی کورتیس داره از کیت بلانچت تو قصه بیشتر کار میکنه؟ ببین من خیلی برام مسئله است. میگم نه، میگم میتونه بیشتر کار بکنه. یعنی که نکرد. آره. منتظر یک خیانتی بود. یعنی من میگم که قصه یه ظرفیتایی داره که از ظرفیتاش هم استفاده نکرد. یعنی کاراکترا ظرفیتایی دارن که تو چرا استفاده نمیکنی؟ پس چرا؟ پس چرا این با هم بدن؟ چرا این با اون بده؟ چرا این؟ این چراها همون کاراکتر پردازیه که نداره قصه. هیچ توضیحی در مورد نمیده. هیچ توضیحی در مورد علت اختلاف کیت بلانشت و جمیلی کورتیس نمیده. من اینا اسم قهرمانش هم انقدر مهم نبود برام. برای من مهم نبود. آره. خیلی دلیل نشستم. ببین اما دختر اسمش تینا بود یا تینی بود؟ تینا. تینا. خب ایرانیه؟ شاید یونانیه. چه اونی؟ تینا اسم ایرانی؟ فکر کنم روسا هم دارن تینا، ملیکا دارن تینا. ها من رو ببخشن تینا لایک کنید. ببین فیلم نامه ضعف کاراکتر پردازی داره، خط روایی داستان شفاف نیست. اصلا فیلم چرا سه پرده ایه؟ چرا سه پرده ای؟ آفرین. حالا اوکی میتونیم بگیم که آقا توی این ژانر دیگه الان امروز تو این ژانر نه آفرین خواستم بگم در این ژانر با این عظمت که تو میتونی هزار تا جزئیات عجیب و غریب ساینس فیکشن تو هر چی تو ذهنت بیاد رو میتونی پیاده کنی. بابا تو فیلم اژدها داری تو. اوکی. آره. این که چی ان اون کاراکتر سایکوها رو داری، کاراکتر خوبی ان، کاراکتر خوبی داری، ولی تو به راحتی میتونی مثلا هزار تا شون نفری بکشی. بابا نکن این کارو، بس سه تا از اونها میذاشتی به جای 100 تا. مثلا یه جایی میشه بعد فیلم جایی میشه زامبی، یعنی اون سایکوها تبدیل میشن به زامبی. خب تو سه تا سایکوی خوب در میوردی به اینا ابهت میدادی که اینا نمیر بودن. خب این خیلی جذاب تر بود تا اینکه بیای 150 تاشون هر سوراخی مثل زامبی رو کشید بعد تر تر بعد انگار اونجا وارد گیم شدی. آره راه حل آخر همش هم که نارنجکی. خب آقا این چیکار ساخت زیاد داره.
ببین ضعف ساخت زیاد داره، با این که ببین پرودوسر ونوم ساخته، اسپایدرمن ساخته، آنچارتد ساخته. من اتفاقا میگم از نظر تکنیکی خب تو هیچ ضعفی تو فیلم نمیتونی ببینی. اما همینو خواستم بگم، تصویرها خوبه، صحنه خوبه، بازی عالیه. این بازیگری چیز خاصی نداره ولی قابل قبوله. بازی آره اصلا بازی نمیخواد ولی قابل قبوله. تمام ضعف رو بسیار ضعف ویژه‌ای تو فیلمنامه داره و فیلمو به نظر من کاملا غیر قابل قبول کرده. فیلمی نیست که من برم معرفی کنم. اصلا ما سعی می‌کنیم رنگ بدیم به فیلمایی که می‌بینیم. فیلم اصلا رنگ خاصی نداره. این فیلم یه فیلمیه که حتی اگه حوصله‌ات سر رفت هم نباید ببینی. یعنی وولفز به مراتب از این برای اون مورد گزینه بهتریه. تو حوصله‌ات هم سر رفت این فیلم بیشتر حوصله‌ات سر می‌بره. اینقدر که همه چی بی‌منطقه. یه جا یهو یه اتفاقی برای چرا تلپورت تو میتونی بکنی؟ این توانایی میشن در سن 50 سالگی چرا یهو تو اضافه شد؟ خب قبلا چرا اگر این توانایی در تو بود چرا قبلا اینو نیده بودی؟ چرا برای تو هم شگفت انگیز بود؟ آره همشون تعجب کردن. خب یعنی میگم آقا یه سری چیزا توضیح نداره. یعنی انگار تو باید رمانای رو خونده باشی، یه سری کارتون رو قبلا دیده باشی، فن یه چیزی بوده باشی، یه کلاژی ببینی که بیای برسی به اینو بگی ها از اینا اینجا. اصلا تا یه جایی از فیلم خوبه، تا یه جایی از فیلم تو فکر می‌کنی که ممکنه فیلم خوبی باشه، تا یه جایی هم که تو فکر می‌کنی 10 دقیقه مثلا 10 دقیقه یه رو به فیلمه. خب اون تو بخش خاصی از فیلمی که میگی خوبم طرف نیست. آره یک ساعت و 30 دقیقه باید بشینی بخش بعدش رو. تا جایی که با اون کاراکتر واقعا تا اونجا رو خوب در آورد به نظر من. تا اونجا قصه خوب. تا اون 10 دقیقه اول همه چی سر جای خودش. آره. ولی انگار برای بعد 10 دقیقه برنامه‌ای نداشتن. فکر می‌کنم نمی‌دونم فکر می‌کنم باید ببینیم بر اساس چه قصه‌ای بوده یا کتاب نمی‌دونم. بر اساس کتابه. آره. شاید رمان واقعا بده. من نمی‌دونم چیا. بعیده. بعیده ولی واقعا شاید رمان بده. ببین نه قطعاً یه رمان خوبیه اتفاقا، یه کمیک استریپ خوبیه که یارو کمپانیه مثلا لاینز گیت رو مجاب میکنه بیا 120 میلیون دلار بده به این آقای کارگردان تهیه کننده و داداشو گلم بساز. این بعد رو تحویل بده با کیت بلانشت و اینا. بعد میگه میگه خب دستمزد بسیار بالا میکنه، کیا رو داره میاری؟ میگه آقا من دست رو بستم، دست قوی آخه، دست واقعا قوی. کیت بلانشت رو راضی کردم اومده، چه میدونم کوین هارت هستش، این دختره میدرخشه، ستاره میشه، دختره فیلم زیاد داره، این بچه هم امانت فیلم زیاد داره، فیلم زیاد داره. ولی کست خوبه. هزینه ای که پشت فیلم بوده، یعنی بودجه که پشت منطقی فیلم بوده یعنی نه مثلا 300 میلیون دلاره، نه یه 40 میلیون، یه عدد معقول برای ساخت ساینس فیکشنه. ولی در خروجی یه فیلم بد رو بریم، من مثلا فکر کنم 1 و 2 امتیاز خروجی شده باشه. حالا اگر فن کیت بلانشتین این فیلمو نبینین، اگه مدمش توی رود مثل من خیلی دوست دارین نبینین هرگز. اگر ما رو دوست دارین این فیلمو نبینین، اگه ما رو دوست ندارین این فیلمو نبینین. ولی لایک کنید، ولی این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید اینکه شما دوست داشته باشید چه فیلمی برای هفته بعد، هفته های بعد، اپیزودهای بعد انتخاب بشه، در کامنت ما میتونیم متوجه بشیم. آره من خیلی ساینس فیکشن تو زندگیم دیدم، خیلی فانتزی دیدم. نه این بدترینشون نیست. آره این بدترینشون نیست، این یکی از بدترین هاست. خب این که چند تا بد داریم خوبه برای این. نه بد زیاد داریم، بد زیاد داریم. 30 میلیون کلا فروخته بند. توقع از این کست نبود. ما رو به وقت معرفی این فیلم ببخش ولی لایک تو برنامه بعد خیلی خوبه.